شورای ملی مقاومت ایران کمیسیون امنیت و ضد تروریسم 23 مرداد 1398 تشبسات مذبوحانه و رسوای وزارت اطلاعات علیه مقاومت ایران اقدامات دیوانوار ماشین سایبری اطلاعات و سپاه آخوندها در برابر کارزارهای جهانی مقاومت تظاهرات بزرگ ایرانیان در پایتختهای مختلف جهان و گردهمایی پنج روزه در اشرف سه با حضور 350 شخصیت سیاسی از 47 کشور مزاپن بر فعالیت کانونهای شورشی در داخل میهن اشغال شده تعادل حکومت آخوندی را در هم ریخته و در وضعیت تحریم کامل نفتی و لیستگذاری خامنهی و ظریف ضربات جانکاهی به رژیم وارد کرده است. علی ربیعی سخنگوی دولت آخون روحانی و از پای گزاران گشتاپوی دینی در سیزده همه مرداد گفت ادبیات کاخ سفید خیلی به ادبیات مجاهدین نزدیک شده است. حضور ضد انقلاب تو کاخ سفید زیاد شد. این من کاملا احساس دارم می که رو ادبیاتی که کاخ سفید داره حرف میزنه خیلی به ادبیات سراسیمای این گروه ها صدا سیمای اکا خیلی نزدیک شده کیهان خامنه ای در هفته مرداد نوشت مجاهدین تا قلب خانه های ما نفوذ کرده و تاثیرگذاری گذاری می نمویند. پاسار سرتیب ناسه در ششم مرداد در تلویزیون رژیم گفت تمام چیزهایی که تو دنیا اتفاق می افتد علیه ما یک گوشه ای از لابیگری اینها مجاهدین است هزینه است که اینها کردند در ارتباط با بحث موشکی می بینیم که با آمریکا اینها اطلاعات می دهند. در ارتباط با بحث حقوق بشر اینها اسناد و مدارک پرونده سازی می کنند. می دهند به اروپایی ها از اون طریق به ما فشار بیاید. یعنی از همه احرام ها بر علیه ما دارند استفاده می کنند. ما تمام چیزهایی که در دنیا اتفاق می بر علیه ما. ما باید بدونیم که یه گوشه از لابیگری این هاست. هزینه یکی اینا کردن و اطلاعاتی که اینها دادن میدن. در ارتباط و بحث فرض حقوق بشر اینها اسناد مدارک پرونده سران زازی میکنن میدن به اروپا یا از اون طریق مثلا به ما فشار بیاد یعنی از همه اهرم ها بر علیه ما دارن استفاده میکنن این رو باید بدونیم باید حواسمون جمع باشه همزمان سرکردگان رژیم از استقبال فزاینده از مجاهدین و مقاومت ایران در شبکه‌های اجتماعی ابراز وحشت می‌کنند. پاستار سرتیب غلام رزا جلالی رئیس پدافند غیر رژیم گفت جنگ جدید با مجاهدین در فضای مجازی سختتر از عملیات مرساد است بسیاری از کامنت هایی که سرشار از نفرت، توهین و استهزاست از سوی همین مجاهدین آن هم با اکانت های فیک بارگذاری می شوند در بسیاری از قائله ها رد پای مجاهدین هویداست. است بسیاری از جریانهای خبری در فضای مجازی که ضد نظام و ضد انقلاب است ریشه در عملیات روانی مجاهدین دارد مجاهدین تلاش دارند تا از برخی ضعفهای اقتصادی داخلی استفاده کرده و فرمان شورش صادر کنند در اتفاقات سال گذشته ما شاهد بودیم که همین جریان فیک خبری نقش زیادی در الغای کمبودهای غیرواقعی کالاهای اساسی داشت. آنها در تلاش هستند تا بر افکار عمومی و ذهنیت جامعه ایرانی تأثیر منفی بگذارند و یس، ناامیدی و ناکارآمدی جمهوری اسلامی را الغا کنند. خبرگزاری حکومتی ایسنا هفتم مرداد پاستار خوسری جانشین قرارگاه ارتجا موسوم به سارالله گفت امروز آنها مجاهدین توان خود را بر روی لجن پراکنی در فضای مجازی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی گذاشتند تلویزیون رژیم هفته مرداد محمد جواد هاشمی نژاد عامل اطلاعات آخوندها به حضور 1500 نفر از مجاهدین در سه شیفت کاری به صورت 24 ساعته در فضای مجازی و نقش آنها در آشوبهایی که در سال 96 در کشور اتفاق افتاد پرداخت و گفت ما بایستی دشمن را بشناسیم، اهدافش را بشناسیم که بتوانیم تراحی من در جهت تقابل با آن باشد تلویزیون رژیم هفتم مرداد پاسار سرتیب فروتن از تشکیل دهندگان سپاه پاسداران نیز گفت مجاهدین این بار میخواهند از طریق حوزه سایبری و نرم ارزش های ملت و نظام ما را کمرنگ جلوه دهند. خبرگزاری حکومتی میزان یازده مرداد. در چنین شرایطی وزارت اطلاعات، سپاه تروریستی پاسداران و نیروی قدس با به کار گرفتن ماشین تبلیغاتی و سایبری خود مذبوحانه به مقابله برخواستند. شیطانسازی، پخش اطلاعات و خبرهای دروغ به کار گرفتن ایمیل های مجعول ارسال ایمیل های تهدیدآمیز ارسال ویروس برای حک کردن کامپیوترها و ایمیل های اعضا و پشتیبانان مقاومت روش های شناخته شده ای ارگان های سرکوبگر رژیم پلید آخوندی است به منظور هوشیاری هموطنان برخی نمونه ها به اطلاع می رسد یک وبسایت انگلیسی زبان رژیم به نام ایران فرانت پیج در یک هیاهوی مسخره و سراپا دروغ ادعا می کند به نوار جلسه خصوصی مجاهدین خلق در آلبانی دست یافته است. اما در کلیپ دو دقیقی از این جلسه به اصطلاح خصوصی با صدای آقای مهدی ابریشمچی در مورد نقد سیاست دولت های گذشته آمریکا در مماشات با رژیم آخوندی که منتشر کرده و به سرعت توسط سایت ها و مزدوران وزارت اطلاعات بازنشر شده است هیچ چیز جدید و خصوصی و مخفی وجود ندارد به آلبانی هم هیچ ربطی ندارد صرفا قسمت مسله شده ای از یک جلسه علنی نیرویی بعد از گرد همای بزرگ ایرانیان در پاریس در دهم تیره تیر 1396 می باشد که مطالب مشابه آن بارها در سیمای آزادی و سایت های مقاومت ایران پخش و درد شده است. خالیبندی اطلاعات آخوندها از ورشکستگی و نیاز شدید رژیم به روحی دادن به نیروهای وارفته خبر می وبسایت ویب سایت آی پی، ایران فرانت پیج که مطالبش به انگلیسی و عربی است در جوان 2014 به نام محمود اسکری در آدرس تهران خیابان علی شریعتی، پیر جمالی، شماره 26 ثبت شده است و شماره تلفن آن 93 21 77 52 88 88 می باشد. شایان یادآوری است که 93 کد افغانستان است. دو در یک اقدام ناشیانه و ابلهانه دیگر وزارت اطلاعات در سایتی به اسم مزاهمین.org مدعی دستیابی به یک کلیپ دیگر از مهدی ابریشمچی در یک نشست داخلی در آلبانی شده است. این سایت با درج یک عکس از آقای ابریشمچی در یک جلسه سخنرانی عمومی در پاریس صدای یک زن ناشناس را پخش می کند که میپرسد در سال 2013 یک پیام اومد که تا شش ماه دیگه رژیم سرنگون میشه. وزارت اطلاعات سپس جمله نامفهوم زن ناشناس را به عنوان اعتراض اعضای رد بالای مجاهدین در آلبانی قلمداد میکند در حالی که نه عکس آقای ابریشمچی رفتی به آلبانی دارد و نه صدای زن ناشناس به فرض که صدا توسط گشتاپو تولید نشده باشد به آلبانی مربوط می شود. موضوع سوال پیام سال 2013 نیز ربطی به هیچ شک از جلساتی که آقای ابریشمچی در آن سخنرانی کرده و یا به سوالات هموطنانمان پاسخ داده ندارد بگذریم که پیام مورد ادعای زن مزبور در سال 2013 هیچگاه وجود نداشته است وبسایت مزاحمین که در مشهد ثبت شده آدرس وزارت اطلاعات را در سربرگش آورده و با فرافکنی بر روی مجاهدین می نویسد هر جا ترور جنایت و خیانت هست ما هستیم این وبسایت در معرفی خود نوشته است وبسایت مزاحمین خلق ایران نمایه ای از یک تشکل دانشجویی علمی و حقوق بشری است که حاصل تلاش عده از دانشجویان در سراسر کشور می باشد و عمدتا از علاقمندان در حوزه ضد تروریسم تشکیل شده است معنی دانشو و علم و حقوق بشر در دنیای ابتزال آخوندی به واقع چیزی بیش از این نیست. همان به اصطلاح دانشویانی که خامنه ای در روز اول خرداد ماه گذشته در مورد آنها گفت در این یکی دو سال گذشته طبق گزارش هایی که به من میرسد تشکل های دانشویی و مجموعه های دانشویی کارهای خوبی انجام دادند در زمینه مسائل گوناگون. چه مسائل کشوری، چه مسائل بین المللی. این اعلام حضورها خوب است. یا گاهی اوقات یک تجمعی، مثلا جلوی سفارتخانه خوب است. البته با متانت، با دقت، با اقلانیت و با نشان دادن اقتدار روحی و معنوی. این جور نیست که همیشه از دیوار بالا رفتن خوب باشد. یک جاهای البته خوب است. س. افلاس اطلاعات آخوندها در روزنامه حکومتی خراسان در مقاله‌ای در سیزده مرداد تحت عنوان انتشار اولین سند محرمانه دخالت مجاهدین در اختشاشات دی 96 به اوج می رسد. این مقاله به نقل از خامنه ای در 19 همه دی 96 می نویسد مجاهدین زل سوم وقایع دی ماه بودند و از ماه قبل برای آن آماده بودند. سپس فاتحانه می نویسد در این گزارش برای نخستین بار بخشهایی از نشست محرمانه ی تروریست های منافقین در اسفند 97 منتشر می شود که در آن مهدی ابریشمچی نفر دوم این گروهک به سراحت از نقش این تروریست ها در اختشاشات دیماه 96 پرده برمیدارد. روزنامه رژیم افزاید صوت این جلسه محرمانه پنج ساعته توسط یکی از اعضای رد بالای این گروهک تروریستی منتشر شده است که بخشهایی از آن در گزارش روزنامه خراسان پیاده و منتشر می شود. آنگاه به نقل از این به اصطلاح سند فوق محرمانه از نقش مجاهدین و کانونهای شورشی در کازرون و احواز و تویسرکان خبر می دهد. و به نقل از مهدی ابریشمچی بر ضرورت فعالتر کردن هزار اشرف یعنی همان هزار کانون شورشی و به شورش کشیدن شهرها تاکید می کند. این قبل از هر چیز کابوس بیپایان رژیم و اطلاعات آخوندی را باستاب می کند. چار به دنبال فضاحت جعل توییت از قول سرکنسول فرانسه در بیت المقدس، اطلاعیه دوی مرداد کمیسیون امنیت و ضد تروریسم اطلاعات آخوندها به جعل توییت از طرف یکی از مقامات پلیس تورنتوی کانادا به نام دونالد بلانجر مبادرت کرد. دیلی بیست در هفته مرداد در این رابطه نوشت مقامات اطلاعاتی آمریکا در حال مانیتور کردن یک کارزار دروغ پراکنی در رسانه های اجتماعی هستند که با جعل تلاش می کند مشاور امنیت ملی کاخ سفید جان بلتون را درگیر عملیات پولشویی و قاچاق بین‌المللی مواد مخدر نشان دهند. یک کارور توییتر، دونالد بلانجر، که ادعا می‌کرد یک مقام عالی رتبه اجرای قانون در کانادا است، پرونده را منتشر کرد که در ظاهر انتقال اینترنتی 350 دلار پول از یک شرکت کانادایی پوشاک کودکان است که به یک حساب بانکی در سوئیس متعلق به دختر جان بولتون مشاور امنیت ملی واریز شده است. توییتر این حساب جعلی را تعلیق کرد و سخنگوی روابط عمومی پلیس تورنتو آلکس لی به دیلی بیز تاکید کرد که این یک شخصیت تقلبی است لی گفت که این مقام عالی رتبه پلیس که حساب جعلی به نام اوست هرگز یک حساب توییتر نداشته است یک مقام آمریکایی که با کمپین آشکار دروغ پراکنی آشنا می باشد گفت مقامات جامعه اطلاعاتی از این تلاش آگاه بودند لیفاستر در شرکت امنیت سایبری فایر آی به دیلی بیست گفت که تکنیک های فریب با آنچه که ما در گذشته در رابطه با عملیات نفوذ رژیم ایران دیده ایم همخان بوده است. بولتون در بین مقامات دولت ترامپ یکی از تهاجمی منتقدان به رژیم ایران است. یک مقام رسمی آمریکا گفت بولتون هدف عملیات نفوذ حمایت شده توسط یک دولت قرار گرفته که برای تضعیف موقعیت بلتون در دولت آمریکا طراحی میکند هرچند توییتر به سرعت توییت های جلی را حذف کرد و حساب توییتری را بست اما معدودی سایت های سمپاتیک به رژیم ایران مانند ایران فرانت پیج ادعای بلانجر را منعکس کردند که یک تاجر کانادایی که رابطی بسیار نزدیکی با مجاهدین دارد مبلغی را که ما به ازای قاچاق مقدار قابل توجهی تریاک به دست آورده منتقل کرده است ایران فرانت پیج اضافه کرد بولتون یک حامی سرسخت گروه تروریستی مجاهدین خلق است. 5 از تیر ماه 1398 وزارت اطلاعات به ارسال پیامهایی به هواداران مقاومت از طریق ایمیل های مجعولی مبادرت کرد از قبیل ام ای توحیدی و ام ابریشم. دشمن با استفاده از این ایمیل ها که به اسم برخی از افراد شناخته شده یا مشابه ایمیل های آنها جعل شده تلاش کرد به انتشار اطلاعات دروغ و گمراه کننده در میان ایرانیان و هواداران مقاومت ایران بپردازد 6. سایبری دشمن در اواخر تیر 1398 از طریق یک کاربر تلگرامی با نام جعلی ستارگان زمینی در اواخر تیر 98، با شماری از ایرانیان و هواداران تماس گرفته و درخواست کمک مالی برای قانونهای شورشی در داخل کشور میکرد هفت سایبری دشمن در تیر 98 با سوء استفاده از اسم یکی از هواداران مجاهدین از طریق ایمیل زهرا اصل روستا پیامی ارسال نمود که یک سند PDF زمیمه آن بود. در پیام عنوان کرده بود که سند حاوی سوالاتی است که از اشرف نشان ها میخواست پاسخ آن را برایش ارسال کنند. این سند پی دی اف حاوی ویروس بود و با هدف حک کردن و سرقت اطلاعات کامپیوترهای دیگران تنظیم و ارسال شده است. هشت در اردیبهشت و خرداد 98 کاربری با نام جعلی آرزو که خودش را به عنوان یکی از مسئولان مجاهدین که مسائل اشرف را دنبال می کند، معرفی می کرد. با شمار زیادی از هواداران تماس می گرفت و مطرح می کرد از آنجا که الان خودش درگیر تظاهرات پی در پیست و فرصت کمی دارد فردی به نام هما جایگزین او خواهد بود معمور بعدی که خود را هما معرفی می کرد با سوالات مختلف در صدد کسب اطلاعات از مقاومت بود از جمله می نوشت میخواستم بدونم شما کسی رو توی ایران که بتونم باهاش صحبت کنم میشناسی و میتونی معرفی کنی؟ هر کسی در هر کجا که خودتون فکر میکنید میتونه با ما رابطه داشته باشه حتی خبر بده یا کوچکترین کاری رو انجام بده ممنون میشم نو در اردیبهشت 98 دشمن از طریق یک ایمیل مجعول با نام اشرف سه آلبانی یک سند پی دی ایف تحت عنوان گزارش تصویری از اشرف نشانهای آلبانی ارسال کرده این سند حاوی ویروس بود که در صورت کلیک بر روی آن وارد سیستم کامپیوتر شده و اطلاعات کامپیوتر را تخلیه می کرد ده. سایبری رژیم در فروردین 98 از طریق یک ایمیل جعلی به نام یکی از اعضای شناخته شده مقاومت پیام های فوری ارسال می کرد و هشدار می داد که برخی از ایمیل ها حک شده است از جمله در یک پیام نوشته بود سلام به اطلاع عزیزان میرسانم که ایمیل هک شده اگر چیزی فرستاد باز نکنید ویروس است و کامپیوتر و گوشی شما را آلوده می کند. به همه دوستان اطلاع رسانی کنید بعد از مدتی هم برای برخی از افراد پیام میداد که روی این ایمیل که برایتان میفرستم ارتباط بگیرید و یا اینکه سلام تلفنت رو گم کردم لطفا اینجا برایم بنویس هدف وصل نفرات به ایمیل آلوده و کسب اطلاعات بود یازده در فروردین 98 سایبری رژیم با یک ایمیل به نام آرمان سرفراز برای قدرت نمایی آخوندی و ایجاد جو بیاعتمادی تلاش میکرد چنین جبل دهد که در صفوف مجاهدین نفوزی های زیادی وجود دارد. در همین رابطه با یک کپی برداری و تقلید ناشیانه در یک متن تحت عنوان شماره ده هوشیاری که برای هواداران ارسال شده بود نوشت مجموعه موارد این ایام نشان از وجود نفوذی در صف اشرف نشانها و مجاهدین دارد که توجه و اطرافیان و مرزبندی و هوشیاری را صد چندان می کند. در همین متن با سر همبندی کردن خبرهای دروغ برای جلب اعتماد مخاطب به معرفی برخی ایمیل های رژیم و چند شماره تلفن به عنوان تلفن های مشکوک اشاره کرده بود که گویی با اشرف نشان ها تماس گرفته و خواستار کمک مالی می شوند. مالی یاران اشرف نشان هرگز با چنین شیوه هایی صورت نمی گیرد. در یک نمونه دیگر وزارت اطلاعات با استفاده از تلگرام یک نفر بازداشت شده در ایران با برادر وی در خارج کشور تماس گرفته و او را به ایران دعوت می کند. این هموطن در پیگیری های بعدی از داخل ایران متوجه می شود که برادرش را دستگیر کردند و مشخصات تلگرام وی را به دست آورده و مورد سوء استفاده قرار دادند. سیزده سایبری رژیم آخوندی با ایمیل ساختگی اچ ملی که از روی ایمیل همبستگی ملی اقتباس شده است به پخش اطلاعات دروغ و لجن پراکنی علیه مجاهدین و مقاومت مبادرت می کند. ایمیل اصلی H ملی 896 at gmail.com می باشد که سایبری آخوندی بین دو حرف H و ام یک فاصله گذاشته است. چارده ماموران اطلاعات با دو ایمیل با مشخصات طوفان 2019 و امضا محفوظ پیامهایی برای ایرانیان و هواداران ارسال کرده و در نقش مخالف رژیم به طرح یک سری سوالات و آنگاه تکرار اتهامات رژیم و سپس به لجن پراکنی علیه مجاهدین و مقاومت می‌پردازند. 15 سایبری آخوندها اقدام به ایجاد یک آیپی اسکایپ جعلی به نام ایسا نموده است که مشابه یکی از آیدی های مورد استفاده مقاومت در شبکه اسکایپ است. هدف تخلیه اطلاعاتی هواداران مقاومت بود که با هوشیاری آنها خونسا شد. 16. یک غلط اضافی اطلاعات آخوندها ارسال پیام های تهدیدآمیز توخالی برای هواداران است که روی شبکه های تلگرامی فعال هستند. در یکی از این پیام هایی که از طرف دیدبان فضای مجازی رژیم برای کاربران ارسال شده آمده است. کاربر گرامی شما وارد گروه قیام سراسری وابسته به منافقین سازمان مجاهدین خلق شده اید. عضویت شما در گروه مورد اشاره تا این لحظه از نظر ما ناآگاهانه اما پس از مشاهده پیام ادامه عضویت به منزله عضویت آگاهانه در گروه تلگرامی وابسته به منافقین بوده و منجر به عواقب قانونی برای شما می باشد. موضع است که اطلاعات آخوندها جرأت ندارد. قانون مورد استناد خودش را که جز قانون ولایت فقیه نیست نام ببرد. و به محض اسم آوردن از این رژیم نامشروع و قوانین ضد انسانیان مشمول شکایت و عدالت و مستوجب سختترین کیفر و گوشمالی از سوی مردم ایران است. 17. عوامل اطلاعاتی رژیم در چند ماه گذشته از شماره تلفن 33 937 502 075 با هواداران مقاومت در فرانسه تماس گرفته و تلاش می‌کردند مشخصات فیسبوک و ایمیل آنها را به دست بیاورند. 18. اطلاعات آخوندها اخیراً از طریق ایمیلی مشابه ایمیل خبرنگار یک رسانه آمریکایی و با استفاده از عکس و مشخصات همین خبرنگار از یکی از پشتیبانان مقاومت درخواست مصاحبه می کند و در این پوش یک ویروس خطرناک برای حک کردن کامپیوتر ارسال می کند. سیستم ضد ویروس نصب شده بر روی کامپیوتر گیرنده بلافاصله اعلام کرد این ایمیل آلوده و خطرناک است. کمیسیون امنیت و ضد تروریسم از عموم هموطنان به ویژه پشتیبانان مقاومت و هواداران مجاهدین میخواهد ترفندهای حقیر رژیم آخوندها را افشا و توته های سایبری آخوندها را خونسا کنند. از پاسخ دادن به ایمیل ها تماسای تلفنی و هر گونه ارتباطات ناشناس و غیر مطمئن از جمله در تلگرام، اسکایپ و واتساپ بپرهیزید و موارد مشکوک را با نمایندگی های شورا یا دفاتر مجاهدین در کشورهای مختلف در میان بگذارید. سایر هموطنان و هواداران را نسبت به ترفندهای دشمن مطلع و هوشیار کنید. شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون امنیت و ضد تروریسم 23 مرداد 1398 14 اوت 2019